بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نمادهای اصلی صهیونیسم جهانی نماد آبلیسکه. در واقع تو تعریفش هم خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که نمادی از سلطه صهیونیست ها بر در واقع دنیاست. به لحاظ اسطوره‌ای و آرکائیستی به تفکرات کفرآمیز و شرک‌آلود مصر باستان برمیگرده و در واقع اینها خیلی اعتقاد دارن به ازدواج آیسیس و اوسیریس، در واقع الهه حاصل خیزی آیسیس و عشق و محبت با خدای سرزمین مردگان. منتها اینا توی در واقع مصر باستان هم خواهر و برادرن، یعنی با هم دیگه که با هم ازدواج میکنن، شاید الگوی ازدواج با محارم هم از همین حیث بودن. محضر شما عرض بکنم که برادر دیگه آیسیس و اوسیریس ست، اوسیریس برادرش میشه رو از بین میبره و میکشه، خدمتتون عرض بکنم، و او رو 14 تکه میکنه و در کل دنیا پخش میکنه. آیسیس که متوجه میشه با خواهر دیگه‌شو نفتیس میاد تا در واقع تکه‌های بدن اوسیریس رو پیدا کنه و به هم بچسبه. تمام تکه‌های بدن رو به هم میچسبونه و عضو خواهم محضر شما حالت جنسیش رو نمیتونه پیدا بکنه و این گمشدگی حالت جنسیش نمادی میشه از باروری خدای خورشید و این نماد آبلیس در واقع همین میشه که حالا صهیونیست‌ها این رو با این تفکرات واقعا مشمعز کننده و کفرآمیز اینو نمادی کردن که هر جا بخوان در واقع سلطه خودشون رو نشون بدن استفاده میکنن. بعدها که اوسیریس تبدیل شد به خدای مردگان، اینو به عنوان در قبرستان ها اینجوری هم استفاده میکنن. مثلا در امریکا خیلی از قبرستان ها نماد آبلیس رو در واقع استفاده میکنن. خب یعنی این نماد عمومی به عنوان مرگه. اون تا در جوامع مخفی و آنچه به عنوان سیکرت سوسایتی، جوامع پنهان یاد میشه، مثل فراماسونری و صهیونیسم جهانی، آبلیس نمادی از سلطه و در واقع اینه که اون منطقه و اون جغرافیا زیر سیطره اون قرار داره. به خاطر همین خیلی جاها این نماد در قالب در واقع یک نماد یادمان و یادبود در میدانهای مهم و معروف اینها ساخته میشه، مثل بنای یادبود ماسونی جورج واشنگتن، یا در پارک مرکزی نیویورک، در ترکیه، مصر، خیلی از کشورها. یعنی هر جا اینها صهیونیست‌ها به سلطه تحت سلطه خودشون در میوردن از این نماد استفاده میکردن. در یک جا در دنیا به این نماد توهین میشد، فقط و فقط یک جا، اون هم در واقع عنوان بحث حج ابراهیمی که ما داریم و سنگ پرتاب کردن به سمت شیطان، همون منارهای سگانه رمی جمرات که این سعودی ها متاسفانه حالا با این توجیه که اونجا ازدحام جمعیت وجود داره دور اون رو دیوار کشیدن. من اول فکر می‌کردم خراب کردم، بعدن تصویر هوایی که به دست اومد متوجه شدیم که اینا در واقع اینا دورش دیوار ساختن که به این منار در واقع حمله صورت نگیره و توهین بهش در واقع نشه. در طبعا در راستای اوامر صهیونیست‌ها بوده دیگه، و الا من حتی در این هم ایرادی نمی‌دیدم که این دیوار، اگه دیوار ساختن، لاقل روی دیوار بازم تصویر آبلیسک باشه، یعنی تصویر منار باشه که مردم به لحاظ بصری ببینن به چی دارن سنگ میزنن و چه چیز رو نماد شیطان میدونن. خب اگر این الان حذف شده به لحاظ بصری، ما چند سال پیش بود از در واقع دانشجوها و بزرگوارانی که حالا غیر دانشجو تو سخنرانی ما میمدن خواستیم، گفتیم آقا حالا که اومدن این کارو کردن، ما در راهپیمایی های خودمون و تو این کارناوال هایی که داریم و تظاهرات هامون این نماد آتیش بدید، که الحمدلله خیلی خوبم گرفته، جوری شده که الان شما در گوگل سرچ میکنید وای ایرانیان تا مینویسید چرا ایرانیا بیو مینویسید میاد برون آبلیسک، چرا ایرانیا آبلیسک آتیش میدن، و این سوال شده برای مردم دنیا. وقتی با همین توضیحات مواجه میشن متوجه میشن که چقدر خوبه این کار و نمادی است برای مبارزه با صهیونیسم جهانی. واقعا کار بزرگیه و فراموش نکنیم که خیلی هم افتخارآمیزه که باز ایران داره با این عنوان در دنیا شناخته میشه. آیه سامبا یکی از صهیونیست پژوهای فرانسوی است، ایشون پیگیری کرده بود، دیده بود در ایران تنها جاییه که اینو آتیش میدن. ایشون بلند شد آمد ایران و پیگیری کرده بود که دیده بود این ایده بنده است، اومده بود ایران، دو سه مرتبه هم دفتر ما اومد جلسه با ما گذاشت که آقا شما چطور به این مطلب رسیدید که تو این کار به این مهمی رو دارید انجام میدید، کاری که شما دارید انجام میدید 50 سال دیگه مردم دنیا خواهند فهمید چقدر با اهمیت بوده و چقدر شما ایرانی ها پیش روید. خب حالا این فرصتی به وجود اومد، من پارسال چهارم ولیعصر فکر کنم یا روز قدس بود یا 22 بهمن بود، راهپیمایی 22 بهمن بود، داشتم رد میشدم دیدم چند تا از این آبلیسکا گذاشتن و یه جوانی هم ایستاده بود، به خود منم نشناخت، چند تا سنگم به من داد، گفت بینا سنگ بزن. وقتی هم که سنگ زده من همونجا وایستادم و بعدش هم اونجا آتیش دادن. خب که این خیلی جالب بود برام، حتی بنده رو نمیشناختم، همون ایده رو داشت در واقع انجام میداد، خیلی خوشحال شدم.
و یک مراسم خیلی بزرگی هم در واقع گرفتن. من پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو بکنید و حتما الان با همه گوشی‌ها واقعا میتونه این در واقع امکاناتو داره، میتونه ضبط بکنه با کیفیت خیلی خوب. فیلم بگیرید، فیلم 1 دقیقه 20 ثانیه چه میدونم 2 دقیقه 3 دقیقه بگیرید، تو شبکه‌های اجتماعی جهانی پخش کنید، نه فقط تو تلگرام. تلگرام بسته است، توییتر، فیسبوک، یوتیوب، همه جا تا جایی که میتونید پخش کنید. عکس بگیرید، عکسی که میتونید بگیرید بذارید و بگید آقا ایران تنها جایی است که نماد شیطانی و صهیونیست رو با آتش میکشه. با توجه به اینکه ممکنه خب این آتش سوزی و خدای نکره خطراتی هم داشته باشه، خیلی خوبه که عزیزان برای این کار حتما برن مجوز تهیه بکنن و آتش نشانی هماهنگ بکنن که با خدای نکرده بالاخره ممکن بادی بزنه اینها رو پخش و پلا بکنه این طرف اون طرف. حادثه هم پیش نیاد، الحمدلله تو این چند سال 4 5 سالی که داره انجام میشه هیچ حادثه‌ای نبوده، ان شاءالله بعد از این هم در واقع هیچ حادثه‌ای پیش نیاد. یه وقت این کارو کوچیک نگیرید و اهمیت داره. ببینید صهیونیست پژوهای جهانی الان واقعا تعجب کردن و همین پیرار سال بود، پارسال هم پیرار سال بود که در میدان جمهوری فرانسه خود فرانسوی‌ها به تأثیر از مردم ایران اومدن آبلیسک آتیش دادن که ما فیلمش هم در سایت مؤسسه مصاف در واقع گذاشتیم. خیلی براشون عجیب بود چون خود میدان جمهوری فرانسه نماد آبلیسک داره.